BC Assessment. تاپیک داغ اول هر سال ما BC Assessment هست، یا به عبارت دیگه ارزشیابی املاک. روی وبسایت bcassessment.ca همه به صورت عمومی و رایگان میتونن دسترسی داشته باشن به املاکی که ارزشیابی شده و امسال و سال قبل رو میتونن ببینن. این عدد اول ژانویه هر سال به صورت عمومی در دسترس عموم قرار میگیره و نحوهی که این کار انجام میشه این هستش که تا جولای یک سال قبل رو مبنا قرار میدن برای این ارزشیابی، که به سه صورت این ارزشیابی انجام میشه: Sales Method، Cost Method و Income Method. از اینا گذشته هدف این ارزشیابی صرفا برای این هستش که دولت بدونه چقدر شما به عنوان صاحب ملک باید تکس پرداخت کنی، و اصلا هدفش این نیستش که خونه شما ارزشیابی بکنه برای هدف خرید و یا فروش. برای هدف خرید و فروش شما نیاز به یک اپریزر یا یک ریلتور دارین که خونه شما رو ارزشیابی کنه. این یک نکته. نکته دوم این هستش که اگر شما اعتقاد دارین که ملکتون به درستی ارزشیابی نشده و باید بالاتر و یا پایین‌تر ارزشیابی می‌شد، شما میتونین تا آخر ژانویه 2022 اپیل بکنین و با دلیل و برهان کافی میتونین درخواست بدین که این تغییرات انجام بشه، و طبیعتاً اگر بالاتر بره با پایین‌تر بره تکس متفاوتی هم شما پرداخت خواهید کرد، که اینم در نظر داشته باشید. اگر در راستای BC Assessment سوالی دارین و یا من میتونم در خدمتتون باشم یا در راستای خرید و فروش ملک، خوشحال میشم که به صورت رایگان جلسه باهاتون داشته باشم و تمام سوالاتونو جواب بدم. سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشین.